درآمد فرودگاه بین المللی خوجند در سال 2020 نسبت به سال قبلی 123 میلیون سومانی یا قریب به 11 میلیون دلار کم شده است. این در حالی است که سال 2019 برعکس 81 میلیون و 660 هزار سومانی یا بیشتر از 7 میلیون دلار فایده به دست آورده بود. بنابر قطع گردیدن پروازها و کم شدن کار و خدمت رسانی، از ماه مارس سال 2020 زیاد از 70 فایز کارگران به رخصتی بیمزد روانه گردیده. مبلغ قرض مزد منت کارمندان 1 میلیون و 90 هزار سومانی یا نزدیک 100 هزار دلار را تشکیل کرده است. رهبران کارخانه میگویند حالا با تاخیر معاش کارمندان را پرداخت می نمایند. یعنی معاش مایی مثل اکتبر را دادم، میبرو بودی روزی که سه ایمون فیلا معاش مایی انام را دادم. اما خیلی بود اکنه یه حالی که نخصد از را از ما باید معاش کنم. پیش از پاندمی نزدیک 900 کارمند اینجا کار میکردند و بعدی آن برای نگهداری این ابیکت مهمی دولتی از 20 تا 30 فایزی کارگران که اساساً محافظان بودند با کار تأمین شدند. سال گذشته از 2600 پروازهای نقشوی از جانب شرکت‌های هوایی روسی، چینی، ترکی و تاجیکی کمی بیشتر از 600 پرواز انجام یافته. نظر به سال قبلی حدود 80 فایز کمتر به مسافران خدمت رسانیده است. من بیستم ما وقتی که سری کووید شد و ویزا ما من گذاشتم از اون وقت ما شده که من گفتن رو بای پیانشینی من از اون دکتر چی کرد از اون پایل فعاله کنید. قبلا کمیته اندازی تاجیکستان از گفته بود سالهای قبلی با فرودگاه ها مشکل در انداز سپاری نداشت، اما امسال فرودگاه بین المللی خوجند بیش از 16 میلیون سومانی یا تقریبا 1 میلیون و 500 هزار دلار قرضدار شده است. قرض از بانک اروپایی تجدید و رشد برای مجهزسازی واسطه تکنیکی ایرودروم فرودگاه نیز بیشتر از 4 میلیون سومانی باقی مانده است و به برق و خدمت رسانی های کمونالی بیشتر از 1 میلیون سومانی پرداخته نتوانسته است. مسئولان فرودگاه بین‌المللی خوجند میگویند سال گذشته امتحان سخت کاری را پس از سر کردند و تا 4 نفر از کارمندان فرودگاه با تاثیر کووید 19 فوتیدند که یکی از آنها معاون سرطبیب این کارخانه بوده است. ولی حالا امید به اثرگیری پرواز هواپیماها دارند و تاکید می‌ورزند که فرودگاه خوجند برای قبول و گسیل مسافران آماده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.